تو این ویدیو قراره ببینیم که اصلا توی بازار خرسی مثل الان باید چه کاری انجام داد، چه اتفاقاتی افتاده و تحلیل گذشته و آینده رو عملا داشته باشیم. موضوعات جالبی هستش و زیادن. با ما همراه باشید. مرسی که اومدین توی کانال. اینجا کریپتو کوش هست و منم کوشانم. خیلی اتفاقات زیادی افتاده و من خیلی مدت مدیدی هم هست که ویدیو نذاشتم. سعی می‌کنیم همه اینا رو راجعش تحلیل بکنیم و عذرخواهی هم ازتون می‌کنم که ویدیو مرتب نتونستم بذارم یا نذاشتم تا الان. بدون حرف اضافه این بریم سر وقت ویدیو یه تیکه، چون خیلی داستان داریم و خیلی اتفاقات جالبی هست بعضیاش هم با حرف بزنیم. خب بیت کوین بالاخره 20000 رو شیکوند، ولی این بار نه از این ور از اون ور، بلکه برگشت. خیلی‌ها میگفتن قرار نیست ببینیم، خیلی‌ها میگفتن قراره ببینیم. من توی چند تا ویدیو اخیرم خیلی توصیه داشتم، حالا اگر دیده باشین یا سابسکرایب باشین، من خیلی توصیه داشتم به اینکه تو این مدت ریسکی الان اصلا عجله نکنیم، که خب نتیجهش هم دیدیم. و توی کل همین 4-5 ویدیویی که ضبط کردم توی این چند ماهه اخیر، بحث اصلی این بود که الان زمان هست، زمانی هستش که ریسک کلا خیلی عامل پررنگیه و عجله هم که کار کیه؟ شیطونه. بنابراین حالا خب بریم سراغ این که من سرتیترها رو خیلی سریع بگم و یه سری اتفاقات خیلی مهمی که حتی میتونیم ازشون درس بگیریم رو، حتی منم یه جوری عملا ازشون درس گرفتم رو، با بررسی بکنیم ببینیم چیه، ببینیم چه چیزی میشه از توش کشید بیرون. اولین اتفاق بزرگ ما سقوط بزرگ لونا یا همون ترا و استیبل کوینش، همه با هم دست جمعی اجمعین ترکیدن و عملا صفر شد. این خب یه اتفاق خیلی بزرگیه که حالا توی داستانی که قرار جلوتر تعریف بکنیم این خیلی نقش بزرگ و مهمی هم داره به نوعی. یکیش این هست، بعدیش یه شرکت بزرگی هست، یه هج فاند عملا یا سرمایه گذاری کریپتویی هست به اسم 3 Arrows Capital اگه اشتباه نکنم، 3AC حالا قرار بهش بگیم از این به بعد توی این ویدیو. یکی هم این هست و بعدیش بحث زیاد شدن نرخ بهره و کلا بررسی قیمت و نمیدونم تورم و اینجور چیزا هستش، ببینیم اینا با هم چجوری کار کردن و خیلی مهمه، و در نهایت ببینیم که قراره چی بشه و پیشبینی که خود فد هم حتی داشتش تو همین جلسه پری روزی که داشتیم میدیم. اول بزنین قبل از اینکه شروع کنیم بریم روی چارت، بیشتر قراره تمرکزمون روی چارت S&P باشه. قراره راجع به بیتکوین هم حرف بزنیم، ولی خب فعلا داره بیتکوین به سمتی کشیده میشه که اقتصاد جهان داره حرکت میکنه و یه جوری بازار اصلی دنیا یا آمریکا، اونم S&P 500. مسئله ای که هست اینجا چیه؟ اینه که الان چارت من روی ویکلیه و این S&P و توی تاریخ داریم نگاه میکنیم، الان عملا داریم سفر میکنیم توی تاریخ. اینجا سقوط کووید ماه، خب من اینجا یه پوینتر میذارم که کاملا ببینین که سقوط کووید ما دقیقا کجا بود. این خط زرد یه مقاومت خیلی مهمیه که حالا حمایت / مقاومت، که دقیقا همون جایی هستش که کووید باعث شد ما سقوط بکنیم، بعد خبر واکسن اعلام شد و بعد اینجا یه خورده سختمون بود بریم بالا و اینها، که دقیقا هم الان با میانگین 200 هفته اخیرش تلاقی داره. حالا کار به اینا رو میریم جلوتر کامل اینا رو بررسی میکنیم. اینم که سقوط بزرگ کوویده که ما اینجا داریم میبینیم. اینم وضعیت الانمونه که نرخ بهره شروع شده به زیاد شدن. خب حالا چیزی که اول شروع میکنیم از جلسه فد. جلسه فد باز همونطور که من تو ویدیوهای قبلی هم بررسیش کرده بودیم، اون موقع از همون مارچ من ویدیو گذاشتم که قراره زیاد بشه و مراقب باشیم و عجله نکنیم برای خرید کردن و این داستانا، از اون موقع قرار بود نرخ بهره زیاد بشه. تو این جلسه که اخیراً گذاشتن گفتن نه تنها قراره زیاد بکنیم، بلکه خود بیشتر هم قراره زیاد بکنیم، قراره 75% زیاد بکنیم نرخ بهره رو. و روند کلا روند سودی هستش. اگه اینجا نگاه بکنیم عکسی که من آوردم رو یه خورده زوم اوت بکنم که بشه نگاه کرد بهش، اینو من از خود اسکرین شات گرفتم عملا از خود جلسه فومک. این عددهایی که اینجا هست چیه؟ اینا ایده ایه که از نرخ بهره توی سالهای آتی دارن، البته که قرار نیستش حتما اینجوری باشه. اگر گفتن خودشون گفت، خودت عمو جروم پاول گفت، اگر دیتایی بیاد که ما ببینیم چیزی فرق کرد یا مثلا تورم بیشتر شده، قراره چیکار بکنیم؟ قراره خب تصمیم اونو عوض بکنیم، منطقی ترین کار و بهترین کار، و احتمالا قراره مثلا زیادتر بکنن یا یه خورده اینا عوض بشه. ولی اون چیزی که الان به ما دادن و داریم میبینیم چیه؟ این که قراره تا اواسط 2023 نرخ بهره یه چیزی بین مثلا حدود 3.2% تا 4.12% بالا پایین بشه، که میانش تقریبا میشه حدود 3.5%.
آخر 2022 قراره کجا برسیم؟ تا همون 3.5% باشیم و بعدش قراره یه خورده بره بالاتر، حالا شاید بیاد پایینتر، توی این بازه قراره حرکت بکنه، در نهایت هم قراره تا 2 سال بعدش بیاد پایینتر روی 2 تا مثلا بوده 3.5% اینا ثابت بشه و توی مدت مدید بعدش توی سالهای آتیش یا به اصطلاح لانگر ران قراره بیاد روی همون درصدی که همیشه بوده بین 2 تا 3% ثابت بمونه. بنابراین الان 3 تا 4% قراره 0.5% هم حتی بره بالاتر، بعدش قراره شروع بکنه به دیکلاین کردن و پایینتر اومدن. بنابراین این پیشبینیه که خود فد داره با دیتاهایی که داره الان میگیره از اتفاقاتی که داره توی دنیا میفته. اگر عوض بشه، اگر وضعیت خیلی خوب بشه، ممکنه حتی یه خورده شل بکنن و انقدر مثلا یه کرو خیلی ساده‌تری داشته باشه، انقدر نیاز نباشه برن بالا، یه خورده پایین‌تر بیاد، یا اگر بدتر بشه هم همینطور. این نمودار دومیه که خود فد باز توی همون جلسه ارائه کرد. این چیه؟ پی سی اینفلیشن. اینفلیشن خب تورمه، PCE میشه Personal Consumption Expenditure یا همون یعنی یه جورای هزینه هایی که شما واسه زندگی عادی میکنین، مثلا چه میدونم از هر هزینه که آدم عادی داره دیگه، از غذا باشه، نمیدونم بنزین باشه فلان و اینجور سرویس های زندگی عادی. این هم رو گفته که خب وضعیت چجوری بود تا قبل کووید، روی 2% ثابت بود. ایدهشون اینه که در نهایت دوستان روی 2% توی لانگر ران ثابت باشه. الان وضعیت بدتر شد چون یه عالم پول چاپ شده اینجا توی 2020 و اومد بالا تا بوده اینجا چیزی که میبینیم 5-6% که حالا عددش هم اخیرا در اومد و در نتیجه در اومدن اون عدد هم بازارها یه جوری داغون شدن، ریختن پایین همشون. S&P دوباره رکورد پایین جدید زد، لو جدید زد. بیت کوین همینطور، به ترتیب همشون همین شکلی به همین ترتیب رفتن. اینجا هم دقیقاً ما داریم نمودارشو میبینیم که تا کجا اومده بالا. حالا این چیزایی که اینجا کشیدن چیه؟ اینا انتظاراتیه که عملا دارن که با این حرکتایی که دارن میزنن، نرخ بهره‌ای که دارن زیاد میکنن، یه جوری ثابت بشه تورم و در نهایتش بیاد پایین. اینا بنابراین پیشبینیه که خودشون دارن. خب میگن که ما تا آخر سال 2022 قراره همین جایی که الان هستیم عملا ماکسیموم تورممون باشه، میانمون قراره کجا باشه؟ روی 5% مثلا باشه و بعد تو سال دیگه قراره به شدت دیکلاین بکنه، سقوط بکنه و بعد برگردیم روی همون 2% که در نهایت قراره ثابت باشه. الان هم اگه تو این 3 ماه اخیر نگاه بکنیم، از مارچ که اینا شروع کردن به این حرکت رو انجام دادن، به ترتیب عددش مثلا یه چیزی حدود 8.5%، بعد 7.9%، بعد مثلا دوباره 8.6%، در صورتی که نسبت به مثلا 3 ماه قبلش نگاه بکنین یا 3-4% پامپ شده. یعنی عملا حالا درسته یه خورده اینجوریه، ولی حداقل سعودی کامل نیست، اومده بالا و یه خورده شروع کرده به نوسان کردن همونجا. و ایده هم اینه که خب تا 6 ماه آینده قراره توی سال 2023 هم که واردش بشیم عملا یه جوری نرمال بشه، همینطور وضعیت لیبر یا همون کلن اشتغال وضعیت خوبیه. یعنی حدود 4% نرخ بیکاری چیزیه که خیلی عدد خوبی بوده براشون، تاریخی هم عدد خوبی بوده، زیر اون عموما نیومده. این بنابراین بحث کلیه که قراره اتفاق بیفته توی تصمیم هایی که خود بانک مرکزی آمریکا که عملا کل رویه مالی اقتصاد دنیا داره از اونا نشأت میگیره رو ببینیم. حالا میگم بازم اگر چیزی عوض بشه قراره نظرشون عوض بکنم و آپدیت بشیم پشت سر اینا عملا، که نبا حالا یه جور حرکت کرد و با حواسمون بهشون خیلی محکم و جدی باشه برای تصمیم گیری، چون همه دنیا نوع زندگی کردن، نوع درآمد و همه اینا به اینا وصل هستش و مهمه که بدونیم اینا چه جوریه. خب بنابراین اینو تو ذهنتون الان داشته باشین، چون مقوله بعدی هم نیاز داریم به این مسئله. حالا بریم توی تاریخ، یه جوری تاریخ خیلی مهمه. توی سال 2018 دقیقاً یه چنین اتفاق مشابهی رو ما داشتیم. اتفاق مشابه چیه؟ اینه که ما دوباره نرخ افزایش نرخ بهره زیاد رو داشتیم. همینطور اینجا میبینید دیگه، نرخ بهره همجوری داشته زیادتر میشد و در نتیجهش بازار سقوط کرده. حالا یه چارت دیگه هم هست اینور که با هم نرخ بهره رو الان میبینیم. این چارت توی چند سال اخیر چی رو به ما داره نشون میده؟ به ما نشون میده که سال 2016 نرخ بهره شروع شده به زیادتر شدن، ماکسیمومش 2019 بوده و 2020 که اومدیم پایین چون کووید شد نرخ بهره خیلی اومد پایین و بعد دوباره الان از اونوری. حالا بریم روی چارت S&P، این ناحیه است دقیقاً. اینجا ماکسیموم نرخ بهره است و بعدش هم همچنان با این که ما تو 2016 هم این اتفاق داریم میبینیم، اینجا بذار اینم نشونتون بدم، اینجا هم این اتفاق داره میفته. خب
اینجا ماکسیموم نرخ بهره است با صعود و بعد دوباره کم میشه، دوباره صعود. شرایط الان هم دوباره اینجاییم. اینجا رو حالا اگر نگاه بکنیم سال 2016، برگردیم رو همین چارت قبلیمون یه خورده دیتا تاریخیشو بیشتر بکنیم، اینجا میبینین 2016 شروع شده به عملا زیاد شدن نرخ بهره تا 2018-19 که ما اینجا هم داریم همینو میبینیم. اینجا 2016 شروع میشه به زیادتر شدن، در نتیجهش مارکت ها یه سقوط خیلی سنگینی میکنن چون یه شوک وارد میشه اول به همشون و همه میترسن و یه عالم اتفاقات پشتش که توی یه ویدیو راجع به این کامل حرف زدیم که چه اتفاقی میفته. اگه دوست دارین این بالا هستش برین نگاه بکنیم، اون ویدیو رو خیلی وقت پیش راجعش حرف زدیم. بنابراین ولی با این که نرخ بهره داره همچنان زیاد میشه، بازار شروع میکنه در نتیجهش به رویه خودش ادامه دادن تا به اوج خودش میرسه و بعد باز هم ادامه میده. یعنی میانگین روند کلی شما از این پایین هم حتی بگیریم، اصلا از این بالا هم بگیریم تا این بالا، باز یه 50% صعود داره تو خودش. خب اینجوریه که نرخ بهره زیاد بشه بنابراین لزومن و مارکت همواره قرار باشه صعود بکنه. ایده ای هم که من از 6 ماه آینده عملا دارم اینم که نوسانی قرار باشه که یه جوری هم ثابته و در نهایت قرار روند صعودی داشته باشه به مثابه اینکه تو تاریخ همواره این اتفاق افتاده بعد این صعودها دیگه. خب بنابراین این اتفاق ها بارها اینجا اتفاق افتاده و دوباره الان هم داریم اینجا میبینیم. خب بنابراین ایده ای که من دارم همچنان ادامه دار بودن سقوطه، ولی در نهایت قراره دوباره بیایم و همه اینا تموم بشه بره توی مثلا 2 سال آینده. به نظرم مسئله ای که از اینجا حالا 200 هفته اخیر میانگینشو گرفته برای ما توی این بازه ای که من الان میخوام بکشم، خیلی دقت بکنیم به چارت S&P. من هر بار گم میکنم این که این رکتنگل هم اینجاست. این بازه رو ببینیم، این به نظر من این بازه ایه که قراره هولد بکنه، که البته هولد نکنه واقعا ترسناک میشه. چرا ترسناک میشه؟ چون به این معنیه که خب احتمالا بیت کوین هم باهاش سقوط میکنه، ولی احتمالا قراره با احتمال بیشتری ما توی همین نواحی باشیم، چون که تورم قراره که امیدواریم قراره که کنترل بشه، همونجوری که فدرال رزرو هم انتظار داره و منم انتظار دارم قراره تورم همینجوری باشه و مثل 3 دفعه قبل اگر یهو ریسشن یا رکود اقتصادی این وسط اتفاق نیفته که بیایم اینجا، که اون خیلی بد میشه، یا بیت کوین میشه تمام 7000 دلار، به جز اون حالت خیلی بلک سوان قوی سیاه فلان، ما انتظاری که داریم اینجا باید همین نواحی که الان هستیم توی 1-2 ماه آینده احتمالاً این پینه تموم بشه و شروع بکنیم به رویه ثابتی رو داشتن. بنابراین این میانگین رو ما اینجا داریم، میدونید دیگه توی تمام این اینترست ریت زیاد کردن ها هم، حالا اینکه فلش کرش بوده هیچی، ولی توی این اینترست ریت زیاد شدن ها هم همش این میانگینه نقطه خیلی خوبی بوده برای ما. الان هم دقیقا همون جایی که 4-5% فاصله داره، که نکته جالبی که هستش اینه که بیت کوینی هم که الان داریم هفته تموم شده، الان همه بازارها تعطیل الان و یه علتی هم که من الان دارم ویدیو میذارم اینه که عملا بازارها تعطیلن، بیت کوین پیش دستی کرد 7% 6.5% افتاده، که من حدس میزنم احتمالاً به این معنیه که S&P هم وقتی قرار باز بشه توی این هفته قرار بالاخره به این میانگین برسه و ماکسیموم پین رو ما داشته باشیم در این ناحیه و بعدش اینجا ثابت باشیم تا دوباره روند سودی، البته نه اینقدر سریع قطعا، ولی روند سودی رو داشته باشیم. حالا همه اینا رو میشه رفلکت کرد توی چارت بیت کوین یا اتریوم یا هر چیزی که میخواین اسمشو بذاریم، چون تمام اینا حالا وصلن بهش، این نقطه‌ای که ما اینجا هستیم، تاپ سیکل قبلی و و اینا. حالا نکته بعدی که هستش و به نظرم این خیلی اتفاق مهمیه، یه توییت هم راجبش زدم که اگر توییتر من فالو نمی‌کنید، من خیلی دالا تو این وقتی که ویدیو نذاشتم اونجا واقعا پرکار بودم و آپدیت می‌ذاشتم از اتفاقایی که میافتاده. مسئله که از 3AC یا همون 3 Arrows Capital که یه شرکت گفتم ونچر کپیتال فانده که اومده یه کارهای خیلی کثافتی انجام داده و عملا کل بازار رو با خودش کشیده پایین. داستان این خیلی داستان بامزه ایه، داستانش رو تعریف بکنیم. عملا اگر شما 2008 رو اتفاقاتی که افتاده باشه رو مطالعه کرده باشین، اون موقع یه شرکت به اسم AIG یا American Insurance Group که اون داشت همین کارهایی که الان این 3AC ها کردن، شیطونی کردن رو انجام میداد و دنیا رو به یه گرداب بدی برد و اینجا هم حالا داره صنعت کریپتو رو عملا به یه گرداب بدی میبره. این حرکت چیه؟ اینا برای اصلا چیکار میکردن؟ حدود 18 بیلیون دلار پول زیر دستشون بوده یا 18 هزار میلیون دلار.
کاری که میکردن پول آدم ها رو میگرفتن اینوست میکردن، ماکسیموم اینوستاشون هم معروفاشون هم آواکس و نیر و اتریوم بوده. و حالا چه اتفاق جالبی، اونم اینه که لونا هم توش بوده یا اون ترا، و میدونی که اون عملا بیارزش شد و 500 میلیون همین اخیرا قرض گرفته بودن، یه وثیقه گذاشته بودن و عملا کلش صفر شد، الان 600 دلار بیشتر نمیارزه فکر کنم اون 500 میلیون دلاری که اینا گرفته بودن، که پول عجیب غریبیه. حالا چیکار کردن؟ اومده بودن یه عالم وثیقه گذاشتن اینور اونور، پول قرض کردن، شروع کردن لانگ کردن، افتاده پایین، دوباره وثیقه گذاشتن، لانگ کردن، پول تزریق کردن، دوباره افتاده پایین، و حالا رسیدن یه جایی که دیگه دارن لیکویدیت میشن و زوری ندارن و حالا یا یکی با بیاد کمک کنه یا واقعا تموم بشه همه استاتاشون، نقدینه بشه، لیکویدیت بشه این بیلیون دلارها. و این مسئله رو مارکت خیلی تاثیر گذاشته. چرا؟ چون مثلا به یه جایی نسبت به بلاک فای اومدن یه وثیقه گذاشتن، مثلا یک سهام های گری اسکیلشون رو اومدن گذاشتن، گفتن آقا این دست تو به ما پول قرض بده، مثلا اتریوم بده به ما یا پول کش بده، و این پولای کش رو گرفتن رفتن لانگ کردن یا حالا یه چیزای ریسکی خریدن، و حالا که نمیتونن پولشو پس بدن، اون باید بیاد مثلا یه جایی مثل بلاک فای بیاد چیکار بکنه، بیاد وثیقه اینا رو بذاره اجرا دیگه. و حالا این مسئله که این وسط هست چیه؟ اینه که بلاک فای میاد اونو میذاره اجرا، ولی اون خود گری بی تی سیه اونقدی هم نمیارزه یا سخت نقد کردنش، بنابراین بلاک فای هم عملا یه جوری با این میاد پایین. بعد بلاک فای که بیاد پایین، یکی دیگه که به بلاک فای وصل بوده اونم باش میاد پایین، دوباره اونم که به اون وصل بوده اونم میاد پایین، بنابراین یه چیز دومینویی کثافتی میشه که اصلا خدا به خیر کنه تاشو. حالا یه عالمه از این لیکویدیشن ها و نقدینه شدن هم اتفاق افتاده، تموم نشده، هنوز آنگوینگ این مسئله، مسئله خیلی جدی هم هست و توی این کلن ترده کامل توضیح داده، من نمیخوام کلش رو توضیح بدم چون خیلی طولانیه، ولی عملا شروع این مسئله به خاطر لونا بود، چون که لونا بود که باعث شد که اگر لونا انقدر بد نترکیده بود اینا به این وضعیت نمیستن. نوشته آقای کیوون، حالا من به شوخی میگم کیوون سازنده لونا یا اسکمره لونا نه اسمشو چی بذاریم، میگه که داره نگاه میکنه به این افتضاحی که درست کرده بود و شروع کنندش بود، یه چنین وضعیتیه. اینجا هم یه ایده جالبی رو مطرح میکنه، اونم اینه که شاید حتی این سیکل تنها سیکلی باشه که ما میفتیم از اوج های قبلیمون، از نقطه بالای قبلیمون بیفتیم پایین‌تر حتی شاید، و یه انتظار اینم رو ممکن داشته باشیم به خاطر این اتفاق دومینویی که از این 3AC ممکنه بیفته. بنابراین این 3AC حالا چیا هم داشتن میتونید اینجا ببینین دیگه، تمام این کوینایی که الان من روی صفحه دارم اینا کوینایی که این شرکت ونچر کپیتال عزیز داشته و یه جوری هممون رو کشیده توی لجن. بنابراین الان چند تا مسئله خیلی جالب رو بررسی کردیم، یکی فومک بود که انتظاراتمون از اینکه اینا چی فکر میکنن، خودشون چی پیش بینی کردن، ایدهشون راجع به تورم چیه، اینکه قرار نرخ بهره چجوری کار بکنه رو دیدیم و و و اینجور چیزایی. بعدش مسئله لونا رو بررسی کردیم که گفتیم لونا چه تأثیری گذاشت توی صنعت و اینم اتفاقش بود، و 3AC که داره با همراه خودش همه چی رو میبره پایین، حتی استاتاش دیگه ارزش نداره. یه جمله جالبی هم وسط یادم اومد، نوشته بود که اگر شما 100 هزار دلار مثلا از بانک قرض گرفتین، پولشو نمیتونین بدین، شما به چخ رفتین عملا. اگر 100 میلیون دلار از پول از بانک قرض گرفتین و نمیتونین پس بدین، حالا بانک به چخ رفته عملا. چرا؟ چون اون پول اونو نمیتونه بده اون و و و اینجوری. اتفاقی که تو کووید افتاد، توی 2008 افتاد و از این اتفاقاتی که اینجا افتاده. بنابراین مسئله 3AC رو بررسی کردیم که چه اتفاقی افتاده براشون و چجوری ممکنه خیلی بد باشه. و در نهایت حرف آخری که میخوام بزنم اینه که ما الان قیمتی که الان قرار داره دقیقا ماکسیموم جاییه که حتی ماینرها هم از نظر تولید کردن بیتکوین سر به سرن. خب یعنی اینجا ته جاییه که ماینرها وارد ضرر نمیشن و دارن عملا صفر با هزینه تولیدشون، دارن هزینه تولید بیتکوینی که دارن برابره، نه سود میکنن نه ضرر میکنن، یعنی یه جوری این آخرین پینیه که اونا میتونن تحمل بکنن. تمام شاخص هم رو اگر نگاه بکنیم اینجا دیگه، من خیلی وارد اینا نمیخوام بشم چون به نظرم خیلی بدیهیه، نمیدونم RSI و اینجور چیزایی همشون توی کفن و خیلی موقعیت ترسناکه حقیقتش. اما نکته ای که میخوام بهتون بگم چیه، یعنی راه کرد یا یه جوری توصیه‌ای که میتونم بکنم، که البته
پیشبینی و ایده شخصیم هست اینایی که البته خب یه سری از اینا رو که مستدل براتون گفتم که چه اتفاقی داره میفته. پیشبینی من از کلا وضعیت آینده اینه که حقیقتا مثل همون 2016 یا 2018 تورم قراره کنترل بشه، حدس من اینه، و قراره توی 6 ماه آینده ثابت باشه تا سال دیگه دوباره بازارهای جهانی برگردن به وضعیت خودشون و تو 2 سال آینده دوباره همون روند صعودی اوج داستان داشته باشیم و سیکل عوض بشه و اینجور مسائلی که هست. این ایده من از کل این مسئله. بازم آپدیتی که اگر باشه من تو توییتر میذارم همون موقعی که اتفاق میفته یا خبر جدیدی باشه، یا مثلا این بحث 3AC که من ازم خیلی مهمه میذارم تو اینستاگرام، هم سعی میکنم بذارم، ولی خب توییتر آپدیت تره، اونجا رو میتونین دنبال بکنین. و آره اتریوم هم وضعیتش خب افتضاح بود دیگه. حالا میخوام هش ریت هم با هم نگاه بکنیم، اونم خیلی چیز جالبیه که آل تایم های هی میزنه، اونم چه جوری. و اینجا ما ماکسیموم هش ریت این مدت اخیرمون رو داشتیم، آل تایم هایش رو نگاه بکنیم الان اینجا. یعنی این چیزی که میخوام بگم توی این توصیه که توی این بازار نزولی هستش اینه که همچنان اونایی که ماینر دارن و همچنان اونایی که به بیت کوین اعتقاد دارن، دارن به عنوان موقعیت خوب از اینجا استفاده میکنن. کاری ندارم که الان بیت کوین بخرن یا چه میدونم 20000ش ممکنه بشه 16000 یا بشه 14000 یا هر چیزی، که البته من خودم به نظرم وقتی S&P باز بشه قرار 4% سقوط رو داشته باشیم که بیت کوین یه جوری پیش قدم شد و امیدوارم که 18000 واقعا کف داستان بوده باشه. حالا اون بحث 3AC هم هست، ببینیم چی میشه. ولی همچنان جدا از این مسائل، الان اگر بیت کوین بخواد صرفا برگره به جای قبلی، شرایط اقتصاد توی دنیا عادی بشه، بازارهای ریسکی مثل S&P و اینجور چیزهای نزدک و اینا برگردن به جای قبلیشون، صرفا بیت کوین شما عملا 4 برابر، حدودا 3.5 برابر میشه ارزشش. یعنی اگر یه پولی الان ذره ذره حتی بیارین توی این بازار، خیلی خیلی وضعیت بهتری داره نسبت به اون 60000 خریدن یا 50000 خریدن. و بازم پیشنهادی که من کردم طی همون 4 تا ویدیویی که اخیراً گذاشتم همون آهسته و پیوسته بودنه هست. یهو اگر شما مثلا رو همون 30000 که سقوط کرده بود یهو میپریدین می‌خریدین، خب اتفاق بدی بود. ولی اگر چه بازم توصیه می‌کنم باید همونجا می‌خرید، چون آینده رو هیچکی معلوم نمی‌کنه. همین طور که قیمت‌های الان که مطمئناً قیمت‌های خیلی خوبی هستش، جدا از هر بحثی و هر شاخصی که داره نشون میده داره وضعیتش میترکه. ایده نهایی من بنابراین این بود، این چیره کلام بود. امیدوارم چیزایی که من یاد گرفتم از این اتفاقاتی که اخیرا افتاده و یا این روندی که کلا من دارم تحقیق میکنم و شما هم بتونه به درتون بخوره. میتونید سابسکرایب بکنید به کانال ما، راجع به اقتصاد حرف میزنیم، تکنولوژی حرف میزنیم و چیز میز یاد میدیم. امیدوارم که اگر موافق بوده برای دوستانتون هم بفرستین این ویدیو رو. تا ویدیوی بعدی دمتون گرم، لایک و کامنت یادتون نره که اوضاع ویو هم خیلی خیته تو این اوضاع که من تشویق باشم ویدیوهای بیشترم بذارم. دمتونم گرم، تا ویدیوی بعدی فعلا.